نهم میزان روز جهانی سالمندان گرامی باد خدا کنه تا این لحظه که بیننده برنامه حساب و زندگی بودیم بهتر صبح را سپری کرده باشین و از بخشی که داشتیم که تا این لحظه تقدیمتان کردیم همچنان معلومات خوبی را دریافت کرده باشین مهماندار هستم مساد محترم جناب آقای عبدالظاهر فقیری همراه ما هستن و میخوایم صحبت داشته باشن در رابطه با حقوق سالمندان در جامعه و خانواده استاد محترم و خوش آمدید میگم صبحتان بخیر سلامت باشین صبح شما بخیر زنده و سلامت باشین تشکر از حضورتان استاد و, و امروز هم خوشحال بری هستیم هستیم که در چنین روزی دعوت ما را پذیرفتید و, و صحبت‌های ارزشمندتون رو بهتر و خوبتر ما میتونیم داشته باشیم در رابطه با روز جهانی سالمندان دیدگاه کلی تا و نظریه که دارین در رابطه با روز جهانی سالمندان چی هست تشکر بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما سلام به بینندگان عزیز و ارجمند دوستا و عزیزای تکنیکی امیدواریم که صبح بسیار خوبی ره تشکر. بینندگان عزیز شما و همه ای من و شما آغاز کرده باشیم اگر چه خواهر گرامی شخصا چیزی به نام روز سالمندان بریم خیلی جالب نیست یعنی به این فکر هستم که ما نباید یک روز در جریان سی صد و چند روز در واقع که روزهای سال است برای سالمندان اختصاص بدیم یک نکته نکته دوم سالمند کی هست؟ یعنی ما من فکر میکنم اگر منظور از بزرگای جامعه باشه ما نباید کلمه سالمند انتخاب بکنیم بزرگای جامعه در واقع با تجربه های جامعه این یعنی بزرگای جامعه کسانی یعنی که از تجارب ایشان طبقه جوان و اقشار مختلف جامعه استفاده میکنند بله. پس بنا ما چیزی به نام سالمند یک کلمی هست که گویا عمر را گذرانده درسته به معنای لغوی عمر را گذرانده اما او از یک جایگاهی قرار داره که مفهوم سالمند این رو میرسانه که فقط یک انسانی در گوشه با سن بالا نشسته است و بالاخره آب و غذای شربرش برسانیم و خلاص نه خیر او جایگاهی بسیار بالایی را داره و جایگاهی عظیمی را داره که باید از این جایگاه به معنای واقعی از او در واقع استفاده شد. بله دقیقا استاد حالا سالمن به کی گفته ما میتونیم که دقیق بیایم بالای از او نامی از سالمن بگذاریم و او را به چشم یک سالمن ببینیم اگر ما سالمن در لغوی در واقع مفهوم بکنیم خب طبیعتا کسی که یک عمری از او گذشته و سن و سالی از او گذشته و امروز با حالتی رسیده که شاید خیلی توانمندی کارو زندگی و در واقع بیرون رفتن و این مسائل را نداشته اما ما چون در جامعه شرقی هستیم و اتفاقا جامعه شرقی اکثرا جامعه اسلامی هست ما در اسلام یک تعریف دیگری از بزرگای جامعه داریم اولا خدای متعال می در قرآن یعنی, یعنی اشاره برای بزرگای انمی جامعه داره خصوصا نسبت پدر و مادر کس دیگه نیست دیگه کل نمی سالمندا پدر و مادر است بزرگای اینمی جامعه هستن ولا تقل لهما افن. شما حتی خدا میگه برای پدر و مادر کلمه اوفرم نگین ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما هر چی که میگین زبان نیک هر چی که میگیم کلمات زیبا جملات بسیار مقبول و در واقع آراسته برای پدر و مادر میگویید هرگز نشود که نسبت به ای بزرگا حرف زشت بگین خدای نخواسته رفتار اینا بکنین خدای نخواسته اعمال زشتی رو شما انجام بدهین تا که خاطر آنها در واقع چی شود آزرده, آزرده شود. شود پس بنا ما آن در قرآن هم همچنین و پیامبر هم میآید نسبت به بزرگا و خصوصا پدر و مادر و یا در معنای عام میگه هر کسی که به بزرگای ما احترام نداشته باشد و به اطفال ما شفقت و مهربانی نداشته باشد از ما پس بنا همه کسانی که سن و سالی از اونها گذشته به عنوان افراد با تجربه جامعه می شود از اونها استفاده خوب کرد احترام اونها سر جای هست و باید از اونها به معنای واقعی شود. بله دقیقا حالا اکثر جاها میبینیم که با همی افرادی که خیلی سن سالی ازشان گذشته و نیاز دارن به محبت و مهربانی اصلا رفتار و درست صورت نمیگیره جایگاهی که باید داشته باشن نتونسن حتی در بین خانواده هم پیدا کنن چه فکر میکنین چرا او جایگاه در نظر گرفته نمیشه چرا در جامعه مثل افغانستان با سالمندان تا حدی که به دیگه کشورها احترام قائل هستن در افغانستان احترام قائل نیست اگر خواهر گرامی متفاوت هست نظر با نظر شما در جوامع اسلامی به خاطر که اندیشه اسلامی دارن و اسلام برای بزرگان حق و حقوق بسیار ویژه ای را قائل شده است ده، 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 من فکر می کنم در این کشورها احترام و عزت بیشتری هست شما ببینید در کشورهای غربی به مجردی که چهل سال و چهل پنج سال و پینجا سال میشه حتی خود اولاد خانواده از دولت تقاضا میکنه که پدر با سالمند ما شما به خانه سالمندان فعلا. ببرین این سالمند بیچاره در هموج نان میخوره قضا میخوره آب مینوشه در واقع زندگی از او هست تا میمیره حتی وقتی که میمیره گاهی اوقات از همو اداره سالمند به اولادش یک تماس هم گرفته نمیشه که بهدرد تو فوت کرد okay. یا مادر تو فوت کرد وقتی که تماس منو چیه منو اینه که تمام هم غم می ازیر دولت به دوش گذاشته به دوش گرفته و دیگه برای پدر و برای پسر و یا برای دختر و عروس و همسر اون نیازی نیست و خیلی به دنبال از نیستن چون احترام قائل نیستن نیاز نیست که برای از اینا تماس گرفته شه نیاز نیست که اینها در واقع برون و اطلاعی از پدر و مادر خود داشته باشند دستان. ولی شما ببینیم در جوامع اسلامی نه تنها که خانه سالمندان نیست الحمدلله و اگر باشه بسیار با حرمت و با عزت در بعضی از کشور و اگر باشه هم هفتوار ماهوار انمی پسر به احترامش میره و از او خبر میگیره نیازهایش برآورده میکنه نیاز عاطفی نیاز اجتماعی و نیاز مالی اما اکثریت نیست چیزی به نام خانه سالمندان نیست با افتخار ترین خانه برای پدر و مادر خانه اولادش است بله. مثل شمع یا مثل یک گل بسیار خوشبویی پدر و مادر را می میکنن پدر و مادر خدمت میکنن تا اینکه پدر و مادر از دنیا میره بعدا با تمام عزت او را کفن و دفن میکنن با تمام عزت او را دفن میکنن دینی از او را میپردازن وسیعتی از او را میپردازن همه برمیگرده به وظایفی که نسبت به اولاد است پس معنا چی است معنا است که در کشورهای اسلامی پدر و مادر و یا بزرگان و یا به اون مفهومی که از غرب آمده سالمندان اینها جایگاه بسیار برجسته‌ای را دارند باید نقش ما و وظیفه ما و رفتار ما نسبت به اینها به معنای از این باشه که حداقل این یک مفگوره را داشته باشیم تا ما 20 ساله شدیم اینمی پدر امه. و مادر که امروز سالمند شده در واقع شب و روز به خاطر ما بوده اینمی مادر بیچاره ای که شب تا به صبح عشق میریزه به خاطر که طفل آرام باشه مادری که شب تا به صبح تناب گهواره به دست او تکان میده تکان میده تا ای که ای آرام باشه مادر بیدار است تا پسر بخوابه پس معنا چی است معنا اینه که پدر و مادر با همون حس بسیار نیک با همون حس بسیار با قلب مهربان با قلب آکنده از صفا و صمیمیتی که نسبت به اولاد خود دارن شب و روز تلاش میکنن تا این طفل به بر برسه با و طفل به جایگاه برسه اگر قرار باشه میم که به زحمات و تلاش های پدر و مادر در واقع بزرگ شدم علم را آموختم به جایی رسیدم و بعدا پدر و مادر را به خانه سالمندان و بر موضوع استفاده <تصفح> ابزاری در واقع بکنم و یا رفتار و رفتار ابزاری باشه طبیعتا مجفای در حق پدر و مادر و بله دقیقا درست. ما هم همیشه جوان نمیمانیم همیشه تندرست باقی نمیمانیم او پدر و مادری که امروز زندگیش به خاطر ما هدر داده و ما را بزرگ ساخته و ما را تفیل جامعه داده یک روز ما هم باید به دردشان بخوریم وقتی دیمش. که سالمند میشن وقتی که پیر میشن باید دست محبت به طرفشان دراز کنیم حالا نباید به فکر ازی باشیم کاش یک جای می بود که ما پدر مادر ما رو اونجا انتقال میدادیم مثل خانه سالمندان که به دیگه کشورها است که واقعا اونا شاد از محبت و از همو خوبی های پدر مادر در درک خوبی رو نتونستن بعد دست بیارن که امروز اونا را ترک کردن و به خانه سالمندان فرستادن ولی جای شکرش باقی است که ما امروز در کنار خود ما حداقل پدر و مادر ما را پدر کلان و مادر کلان ما را داریم وای به حال کسایی که در بسیار از خانواده دیدم میشن که واقعا از طرف بعضی از افراد با سالمندان رفتار درست صورت نمیگیره برشان احترام قائل نیستن اونا رو دوست نداره حتی اندکترین کارشان انجام نمیده تن. و اونها را به چشم یک فرد ضعیف میبینن او هم در غیابت بعضی از کسایی که واقعا سالمند دو دوست داره پس خوب است که خداوند دیگه همه افراد همچنان برای را صدایت کنه تا کمرای سالمندان رفتار درست و روی نیک و بهتری هم داشته باشه استاد از حقوق سالمندان بیاین کمی بگوین که یک سالمند چه حق و حقوقی در خانواده داره چه حق و حقوقی در جامعه داره یک نکته خواهر گرامی فراموش نکنیم که در صحبت های شما بود <تصحبت> نباید ما به سالمندان و بزرگا و پدر بلند. و مادر که بزرگای جامعه هن وقتی که پیر میشن و سن و سالشان بزرگ میشه خدمت کنیم یعنی ما از, از روزی که از روزی که ما توانایی خدمت داریم از روزی که, رو <applause> دقیقا از روزی که در واقع شناخت از بزرگ خانواده و بله. از پدر و مادر خانواده و دو نور افغانی که خانواده را رو روشن داره از اون شناخت پیدا میکنیم از اون ما به خدمت اگر به این فکر باشیم که ما خو حالا 20 ساله این پدر 40 ساله <تصفح> باشه که پدر 70 ساله شد <تصفح> باز خدمت میکنیم باز خدمت نه خیر باز این برمیگرده به همو بی اعتنایی و بی احترامی نسبت به اعضای بله. خانواده و پدر و مادر فراموش نکنیم که بزرگای جامعه بدون شک حق و حقوق زیادی دارن اهم یا مهمترین حقوق <تصفح> هم. که نسبت به بزرگای جامعه می شود مطرح کنیم یک احترام ویژه به پدر و مادر توجه کردین این احترام از کجا پیدا میشه از شناخت پدر و مادر یا از شناخت بزرگای جامعه چقدر ما شناخت پیدا کردیم شناخت فرهنگی شناخت اجتماعی و شناخت در واقع رفتاری و اخلاقی پدر چه کسی است مادر چه کسی است همسایه بزرگ که سن سالی داره چه کسی است استاد بزرگ سن ما چه کسی است موی سفیدی که از مسیر میگذره چه کسی است اگر ما نسبت به هر کدام اینها شناخت لازم و صحیح و درست تر داشته باشیم و جایگاهی برای اینها قائل باشیم و تعریف بکنیم طبیعتا ما میتونیم که از اینها به عنوان یک حق حق بسیار خوبیشه شه برشان بدین پس وقتی که شناخت داشتیم در مرحله دوم احترام و کنار احترام خدمت خیلی مهم است چقدر می توانیم به این بزرگای جامعه خدمت کنیم حالا این بزرگا کاتگوری داره خدمت اولی ما به پدر و مادر بعد همون قسم بزرگایی که حیثیت کاکا ماما و امثال هم دارن بعد همسایه بعد از همسایه همه این بزرگانی که در اطراف ما در منطقه ما زندگی میکنند پس بنا به لحاظ کاتگوری میتونیم به هر یکی از این بزرگا خدمت بکنیم که خدمت طبقه جوان برای بزرگا در واقع میتونه به عنوان یک حق و حقوق باشه گاهی با وقتا هم نیاز است به بزرگا ما کمک های در واقع مالی اجتماعی و یا امثال و بکنیم یعنی منتظر به این نباشیم که تنها امی پدر و مادر ما که متمول است یا توانمندی اقتصادی داره یا ما وضعیت ما خوب است به اینها کمک بکنیم نخیر اگر اطلاع داریم خانواده همسایه ما لحاظ اقتصادی ضعیفن و مشکلاتی دارن همکار باشیم اگر خبر داریم در منطقه ما پیر مرد و پیر زنی هست که در واقع افتیده هست و امروز کسی نیست که دستی او را بگیره کسی نیست که او رو ایستاد بکنه بنا اگر به او هم همکاری بکنین این به عنوان یک حق است که ما وظیفه ما هست که خدای نخواسته اونا دوچار مشکلات نشوند و حس انسانیت حس همسایه دوستی حس منطقه دوستی در واقع از ذهن ما هم بیرون نشه و اینمی آرام آرام تبلور پیدا بکنه و انتقال بکنه برای اولاد ما که اینمی یک فرهنگ انسان دوستی و مسلمان دوستی در جوامع بوده باشه تا که هیچ مسلمانی و انسانی خدای نخواسته دوچار مشکل کلان و زیاد نشه اینجا. چه فکر بکنید چقدر این حق و حقوق داده شده؟ ما باز هم الحمدلله یعنی یعنی خوشبین هستم چرا به خاطر که این همی ملت مسلمان است و جوان و نوجوان همین ملت ما هم درس از اسلام گرفته و هم درس از مکتب انسانیت گرفته همه ای دروس یک جا میشه 70 80 درصد وضعیت خوب است ده 20 درصد که مشکلاتی است گاهی اوقات فراموش نکنیم که از طرف بعضی از بزرگای ما خود باعث شدن که اولاد برشان در واقع احترام نگیره یعنی اگر ما احترامی برای بزرگان داریم یک تعدادی از ما یک تعدادی از جوانا و نوجوانا همه جوانا و نوجوانا به بی احترامی خودشان مقصر نیستن شما فرض بکنین پدر و مادری که تا 20 سالگی فرض بکنین پول به دست طفل میده که برو سگریت بخر فردا چی توقعی داره فرض بکنین پدر و مادری که تا 20 سالگی برای تعلیم و تحصیل فرزند خود کار نمیکنه او را آزاد میگذاره هر کوچه هر بازاری هر دوکانی با هر کسی که میروی آزاد هستی مگر این غیر از اینه که کشتی که خود پدر کرده و محصولش فردا بی‌احترامی است نسبت به این بزرگ توجه کنید پس بنا در بعضی از موارد این ای مشکلات را به دوش بعضی از بزرگا هم با حفظ احترامشان بگذاریم که نظارت خوبی نداشتن رفتار خوبتری نداشتن یعنی در واقع تلاش و کوشش بیشتری برای تربیه اولاد نکردن در نتیجه این اولاد فرزند خوبی برشان نشده فرزندی که واقعا حقشان برشان بسپاره و خدمت بکنه در واقع چنین فرزند نصیبشان نشده پس بنا بیشترین خوشبینی ما ان خوب است احترام بزرگا هست احترام پدر و مادر هست و داخل سرویس و داخل اتوبوس و اینها بالا میشین متوجه میشیم که یک جوان استاد میشه یک موی سفید می در صف نانوایی یک موی سفید در اجازه میدن صف بانک یک بزرگر اجازه میدن در بعضی از جا یعنی هنوز فرهنگ انسانیت و اسلامیت ان زنده هست و این فرهنگ امیدوار هستیم که آرام آرام تقویت بشه و بتانیم ما از یک فرهنگ بسیار خوب و ناب استفاده بکنیم و هم این فرهنگ را به عنوان یک الگو به دیگران و به کشورهای دیگر و به ملتهای دیگر برسانیم و بگوییم که این ملت ملت افغانستان خصوصا ملت دهشت نیست ملت احترام است ملت جنگ نیست ملت صلح است ملت دشمنی نیست ملت برادری است پس ما با این افکار می توانیم ذهنیت هایی که در بیرون نسبت به ما هست نسبت به فرهنگ ما نسبت به رفتار و کردار و اخلاق ما این ذهنیت ها را دور بله استاد کاملا با صحبت های شما من موافق هستم خوش خوشبختانه امروز شاهد هستیم که با بسیاری از کسایی که ریش سفید هستن و سر سفید هستن خیلی رفتار خوب و درست الحمد. می داشته باشن جوانان ما الحمدلله و خیلی رویه خوبی را رو با اونا دارن احترام در مقابلش دارن در کوچه پس کوچه ها میرن در شهر بازار در صف نانوایی در هر جایی که دیدن میشن خیلی احترام قائل هستن که این جای خرسندی هست برای سالمن به چی چیزها خیلی نیاز مبرم داره استاد؟ من فکر می کنم که برای بزرگای ما و برای کسانی که در خانواده و در اجتماع ما زندگی می از همه مهمتر با ارزشتر نیاز به عاطفه و نیاز به احترام داره یعنی اگر ما برای پدر و مادر یا بزرگای منطقه و جامعه و خانواده خود قضا و نانر برشان خوب صحی آماده بکنین و احترامشان را داشته باشین پدر و مادر گویا گرسنه است پدر و مادر نیاز به غذای روحی داره بله. پدر و مادر پنجاه سال عمر گذشته خود در همیشه به ذهنش است که ای بچه ای که حرکت کرده نمی بچه ای که خواب نمیشد بچه‌ای بچه ای که مریض بود بچه ای که انواع مشکلات داشت چقدر ما زحمت کشیدیم <applause> مادر بیچاره میگه چند روز با سر برهنه به دنبال ای بچه ما که بچه ایم کجاست دخترم کجا رفت پسرم به کجاست پدر میگه روزانه و شبانه چند بار تماس گرفتم که پسر چرا تلفونش خاموش است با کجا است همه ای گذشته مثل یک تصویر بسیار زیبایی به مقابل پدر و مادر است و میگه منی که پنجاه سال یا چهل سال یا کمتر و بیشتر به این طفل و به پسر زحمت کشیدم حالا این هم نتیجه این بسیار تأثیر منفی میگذاره من میگم حد اقل احترام ما و اخلاق ما و رفتار ما نسبت به پدر و مادر مفید باشه حالا اگر در قسمت مسائل قضایی و اینا هم تا حد توان یعنی خیلی زیاد نتوانیم همکاری بکنیم شاید پدر و مادر خیلی از او چیزا توقع زیادتر نداشته باشم. مگر اینکه بهترین امکانات برش آماده کنیم ولی اعترام نگیریم بله. بسیار عفو میخوام مثل از اینکه خدای نخواسته یک چیز اضافی ده خانه باشه مهم. از ننگ مردم و از آر مردم نتوانیم ای را از خانه بکشیم برو فلانی ولی نان فلانی را پیشش بینداز که ای یک مفهوم بسیار نادرستی داره عمده ترین چیزی که از ما تقاضا دارن احترام و خدمت است که ما اینمی پدر و مادر و اینمی بزرگای جامعه را در واقع بر رخ دیگران بکشانیم که ما ای احترام کلانر داریم و ای احترام بزرگر داریم و فراموش نکنیم اگر پدر و مادر راضی بود از ما خدای متعال را است اگر بزرگای ما از ما راضی بودن انمی رضایت رضایت پروردگار عالم است نه نماز ما نه روزه ما نه خدمت ما نه عبادت ما هیچ چیز به درد ما نمیخوره اگر پدر و مادر راضی نبود را فراموش نکنید پس بنا ان انمی رضایت هر. توسط خدمت و توسط احترام از بزرگای جامعه خود کسب بکنیم تا اینکه همه ای ما در زندگی بهترین زندگی در و شادترین زندگی ان شاء با امید خدا زنده و سلامت باشین استاد محترم تشکر از حضورتان تشکر از شما ایزان که تا این لحظه با ما همراه بودین فعلا میام برنامه بسیار کوتاه در ادامه با ما همچنان همراه باشید تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین